پس از اعلام 15 مارس از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی مبارزه با اسلام حراسی شماری از کشورهای جهان خواهان مبارزات جدی با این پدیده شوم گردیدند جامعه مسلمانان در آمریکا، کانادا، هند، فرانسه و آلمان خواستار اتخاذ مواضع مصممتر در برابر نجات پرستی ضد اسلامی شده و گفتند که مسلمانان همچنان در زندگی روزمره خود تعصب، جنایات نفرت و تبعیض را تجربه می کنند. یک مقام اتحادیه اروپا گفته که تحریک نفرت علیه مسلمانان بر خلاف ارزش های اتحادیه اروپا است و دفاع از حقوق مسلمانان از آزادی های فردی محافظت می کند. روز گذشته آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز به همین مناسبت فراخان جهانی برای ریشه‌کنی نفرت از مسلمانان صادر کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد گفت نزدیک به دو میلیارد مسلمان در سراسر جهان به دلیل اعتقادشان با تعصب روبرو هستند و زنان مسلمان به دلیل جنسیت و قومیت خود از تبعیض سگانه رنج میبرند در 15 مارس 2019 یک سفیر پوست استرالیایی 51 نمازگزار مسلمان را به ضرب گلوله در دو مسجد در کرایسچرچ نیوزلند کشت و چهل نفر دیگر را زخمی کرد سال گذشته سازمان ملل 15 مارس را به عنوان روز جهانی مبارزه با اسلام حراسی نامگذاری کرد. در این باره ساعتی قبل گفتگوی داشتم با سراجدین،, سراجدین میردامادی روزنامه نگار ساکن پاریس و از ایشان پرسیدم اقدامات نمادین و نامگذاری 15 مارس به عنوان روز جهانی اسلام حراسی چه تأثیری بر کاهش این پدیده دارد؟ با سلام خدمت جناب علی و تمام بینندگان و مخاطبین اخبار شیعه شبکه امام حسین علیه السلام در پاسخ به پرسش اولتون باید خدمتتون ارز کنم که اگر این اقدام نمادین با برنامه مؤثر و فراگیر و مداوم در همه کشورها به ویژه کشورهای غربی که بیشترین آمار اسلام حراسی رو داره همراه باشه خب میتونه موجب کاهش این پدیده زشت و غیرانسانی اسلام حراسی باشه و اگه صرفا در حد یک نامگذاری تشریفاتی باقی بمونه خیر به نظرم کاهشی در تأثیری در کاهش این پدیده نخواهد داشت. به ویژه اینکه دول غربی و جامعه مدنی غربی هم باید در این زمینه فعال باشن و با اقدامات اسلام حراسانه خودشون خواسته یا نخواسته موجب نشن که آب در آسیاب جریانات افراطی گرایی که در اروپا و آمریکا فعال هستند ریخته بشه و اونها تقویت بشن به نظر میرسه که اولا کلیت اسلام رو به نام این جریان افراطی زدن این جریان اسلام تکفیری زدن و این نادیده گرفتن اسلام علوی و اسلام شیعی اسلام اهل بیتی که اسلام انسان محور انسانه امروزی هست موجب اسلام حراسی میشه و جوونای نسل جدید های ساکن قبر رو در واقع ترقیب میکنه که به گروههای افراطیگرا بپیوندن و با کارهای تروریستی خودشون اسلام حراسی رو عملا در جامعه تقویت کنند و دولت جامعه مدنی و مدیای غرب رو بیشتر تحریک کنند که به اسلام حراسی و اسلام ستیزی بپردازند ولی اگر اسلام علوی که همون اسلام است رو بشناسند و ترد و منکوب نکنند و اون رو در واقع نماینده اسلام واقعی قرار بدن اسلام اهل بیتی اسلام انسان محور و عدالتگرای علوی و حسینی این میتونه موجب بشه که اسلام به عنوان یک چراغ راهنمای هدایت انسان در غرب به ویژه بساط اسلام حراسی رو در کل دنیا جمع کنه همچنان از ایشون پرسیدم به باور شما و کشورهای اسلامی چه شیوه هایی را باید برای مقابله با اسلاموفوبیا در پیش بگیرند؟ اینکه جامعه مسلمان و کشورهای اسلامی چی کار میتونن بکنن که این اسلام یا اسلام حراسی رو کاهش بدن هم باز در پاسخ سال اولتون بود در واقع باید به سمت این برن که اسلام انسان محور که اسلام علوی و اسلام اهل بیتی هست رو ترویج بدن و معرفی کنن و جایگزین اسلام طالبانی اسلام تکفیری اسلام ارتجایی که در واقع جریانات داعشی و افراطی و ای در مراکز اسلامی و مراکز ترویج دین اسلام مساجد اونها رو در واقع ترویج میکنن اسلام علوی رو جایگزین اون کنن اگر چنین چیزی اتفاق بیفته در کشورهای اسلامی در واقع ما شاهد خواهیم بود که نمادی و سمبولی و ویترینی از اسلام ارائه میشه که حتی قرب هم اون رو بپسنده و به اون رو بیاره که همینطور بوده و در جاهایی که اسلام علوی فرصت ظهور و بروز پیدا کرده تونسته دلهای زیادی رو برو بایه و تونسته خودشو جایگزین اسلام در واقع دستکاری شده یه انحرافی تکفیری بکنه این در کشورهای اسلامی که منابع رو در اختیار دارند ها هستند کتب هست اندیشمندان هستند روزنامه نگاران فیلمسازان فرهنگسازان هستند بسیار راحتتر خواهد بود تا غرب و وقتی در اونجا چنین اتفاقی بیفته میتونه غرب هم از اونجا الهام بگیره و اسلام علوی به اونجا هم بیشتر گسترش پیدا کنه سرا جادین میردامادی از پالیس با ما همراه بودند